به استقبال روز جهانی زن با توپ بسکتبال. این دختران افغان به مقر فرماندهی آیساف در کابل دعوت شدند تا در یک مسابقه بسکتبال با زنان عضو این نیروها زورآزمایی کنند. دو تیم در حضور رئیس اداره المپیک افغانستان و سفیر آمریکا در کابل به رقابت با یکدیگر پرداختند. رقابتی سخت برای گرفتن امتیاز بیشتر. دختران ورزشکار افغان آمده بودند تا رقابای نظامی خود را در میدان ورزشی بیازمایند. اما در پایان بازی تلاش‌هایشان با گرفتن تنها 21 امتیاز در مقابل 38 امتیاز تیم رقیب به شکست انجامید. ما فکر میکردیم که شاید ما برنده شیم، اما بازم نشدیم. ما فکر میکردیم با تفاوت شاید دو. اگر با بازی ما مداخل دو نمره یا سه نمره ممنونم خون بخیر نکم تفاوت زیاد از بین ما. تیم بسکتبال زنان افغان نقشه شکست تیم زنان آیساف را در سر داشت. نقشه‌ای که تیم بسکتبال مردان افغان چندی پیش برای تیم مردان آیساف کشیده و عملی کرده بودند. هر تیمی که باشد پیش از اینکه مسابقه کنه ضعیف باشه، قوی باشه، امید برده دارد. ولی ما چون قبلا میفهمیدیم که تیم آیساف کمک قوی است، کمک 3-4 دخترش بود، ولی ما قبلا همراه بچه‌ها یک گیم کرده بودیم در جمنازیم که نه واقعا پلیرای بودن کلیج در این بی از کالج ها بازی میکرد. ما او را بسار بردیم اشتا چار اشتا در تیم بچه هاشانه و این امیدواری بود که تیم دختره شما بریم، ولی موفق نشدیم. زنان افغان اینجا در آستانه روز جهانی زن در حالی به میدان آمدند که همین چند روز پیش از سوی شورای علمای افغانستان از اختلاط با مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی منع شده بودند. زنان افغان که در زمان حکومت طالبان به تنهایی اجازه نداشتند از خانه خارج شوند، حالا می توانند در میدان‌های ورزشی حضور پیدا کنند. حضوری که با آن تلاش می کنند علاوه بر نشان دادن توانایی خود، خستگی و ملالت نشستن در خانه را هم فراموش کنند. واسه سروش، BBC، کابل.